همه دوستای خوبم، امیدوارم حالتون امروز هم خیلی خوب باشه و به کلاس درس خوش اومدین. آخرین چیزی که ما در جلسه قبل با هم دیدیم این بود که اگر من یک باتری اینجا داشته باشم، این سر منفی باتری و این سر مثبت باتری، و بعد بیام این باتری رو با یک سیم دو سرش رو به هم وصل بکنم به نحوی که یک چیزهایی همین وسط بذارم. حالا این چیزهایی که این وسط میذارم میتونه لامپ باشه، میتونه مثلا خازن باشه، میتونه بخاری برقی باشه، هر چیزی میتونه باشه. در این صورت الکترون ها از سر منفی باتری به سر مثبت باتری که پتانسیل بیشتری داره شار پیدا میکنن، یعنی شارش پیدا میکنن، حرکت میکنن، یک جریان الکترون اینجا در این راستا پدید میاد. و باز دیدیم که یک عده احتمالاً برای اینکه شما رو گیج بکنن جهت قراردادی جریان الکتریکی رو جهت عکس حرکت الکترون ها یا جهت حرکت بارهای مثبت تعریف کردن، و همیشه و همیشه و همیشه یادمون خواهد بود که بارهای مثبت حرکت نمی کنن. یعنی پروتون به اون سنگینی نمیتونه حرکت بکنه، بلکه این کم شدن الکترون ها در حقیقت عکس جهت حرکت الکترون ها است که ما بهش میگیم جهت حرکت بارهای مثبت. پس جهت جریان جهت حرکت این بارهای مثبت بود از سر مثبت به پتانسیل کمتر، یعنی سر منفی، و دیدیم که پتانسیل این نقطه از سیم دقیقاً برابر وی مثبت، یعنی پتانسیل سر مثبت باتری، و پتانسیل این نقطه از سیم برابر وی منفی، یعنی پتانسیل سر منفی باتری بود. و اینجا، یعنی از این فاصله تا این فاصله، پتانسیل الکتریکی کم میشد داخل این جسمی که ما اینجا داشتیم که حالا میتونست هر چیزی باشه، و به این پدیده گفتیم افت پتانسیل. چیزی که ما امروز میخوایم با هم ببینیم اینه که این جریان تابع چه چیزهایی، یعنی این جریان چجوری کم یا زیاد میشه. و اینو هم ما مثل هر مدل فیزیکی هیچ راهی براش نداریم جز این که آزمایش انجام بدیم. پس من میام دوتا آزمایش میکنم. آزمایش اول من آزمایشیه که توی اون یک جدول تهیه میکنم که اینجا ولتاژ باتری هست و اینجا جریان. من میام میبینم وقتی که من ولتاژ باتری رو مثلا میذارم 1.5 ولت، جریان من مثلا هست 1 آمپر. مثلا البته 1 آمپر خیلی جریان زیادی، اما فعلا فرض میکنیم که حالا 1 آمپر شد. بعد میام میبینم وقتی ولتاژ باتری رو کردم 3 ولت، جریان من شد 2 آمپر. و وقتی مثلا 3 رو کردم 12 ولت، یعنی این 4 برابر شد، این هم 4 برابر میشه، یعنی این میشه 8 آمپر. و از اینها با آزمایش های بسیار زیاد من نتیجه میگیرم که جریان متناسب با ولتاژ باتری یا همون وی هست. خب این اولین نکته ای که من نتیجه میگیرم. دومین نکته و دومین آزمایشی که من انجام میدم اینه که میام این جسمی که اینجا دارم رو عوض میکنم. یه بار میام مثلا لامپ قرار میدم، یه بار میام یک اجسامی ما در آزمایشگاه داریم که بهشون میگیم مقاومت، یک مقاومت خاصی قرار میدم، الان بهتون میگم این چیه، یک بار میام خازن قرار میدم، و یک بار اصلا میام مثلا پلاستیک قرار میدم، و هر دفعه میام جریان رو اندازه میگیرم و میبینم که جریان در این حالتها متفاوته. یعنی اجسام یک خاصیتی از خودشون بروز میدن که ما به اون میگیم چی میگیم؟ بگم الان یا میدونید؟ بهش میگیم مقاومت الکتریکی. خب پس مقاومت الکتریکی همونجوری که از اسمش پیداست اینه که یک جسم چقدر برای عبور الکترون از خودش مقاومت نشون میده، یعنی مقاومت در مقابل عبور الکترون هاست، یا در حقیقت اینه که الکترون میزان تلاش لازم الکترونه برای عبور از جسم، یعنی الکترون چقدر باید تلاش بکنه که از این جسم عبور بکنه. خب حالا وقتی من اینجا یک فلز بذارم، خب دیدیم که فلزها الکترون آزاد دارن، در نتیجه خیلی راحت الکترون ها میتونن توی فلزها حرکت بکنن، بنابراین مقاومت فلزها کمه، یعنی مقاومت فلزها مقاومت رو با آر نشون میدیم، آرشون
کمه و اگه من مثلا یک پلاستیک بذارم میبینم این آرش خیلی زیاده، یعنی الکترون ها خیلی سخت میتونن عبور بکنن از پلاستیک. و خب طبق همین تعریف، یعنی چقدر راحت میتونن الکترون ها عبور بکنن، ما میبینیم که آی یعنی جریان متناسبه با یک به مقاومت، یعنی هر چقدر مقاومت بیشتر بشه جریان کمتر میشه. یعنی وقتی من پلاستیک میذارم خیلی جریان کوچیکی اینجا خواهم دید، تا موقعی که مثلا یک فلز میذارم جریان خیلی بزرگتری میبینم اینجا با یک ولتاژ ثابت. و من نتیجه میگیرم که آی برابر میشه با وی یعنی پتانسیل این باتری تقسیم بر مقاومت. یعنی در این مدار جریان برابر هست با پتانسیل باتری تقسیم بر مقاومتی که این جسم داره از خودش نشون میده. در حقیقت این بارهای مثبت یا حالا در حقیقت الکترون ها که مهم نیست، فرض میکنیم بارهای مثبت وقتی دارن اینجا حرکت میکنن، وقتی میرسن به این مقاومت ما، این ولتاژ داره هولشون میده که برن جلو برن جلو، و هرچی این ولتاژ بیشتر باشه، یعنی با نیروی بیشتر اینا دارن هول یکی داره هولشون میده، یعنی یه نفر اینجا وایستاده که این به اندازه ولتاژ زور داره و داره اینها رو هول میده، و این مقاومت یه نفر دیگه ایه که اینجا ایستاده و اینو داره اینوری هول میده و خیلی کار رو براش سخت میکنه برای عبور از اینجا. و این مقاومت هرچی بیشتر بشه این با سرعت کمتری میتونه عبور بکنه، یعنی میزان باری که دلتا کیوی که در واحد زمان تقسیم بر دلتا تی عبور میکنه از این سیم کم میشه هرچقدر مقاومت من بیشتر باشه. ما به این فرمول خیلی خیلی مهمی که من اینجا نوشتم میگیم قانون اوهم، چون آقای اوهم اولین بار این رو کشف کرد، فکر کنم اینجوری می نویسن اوهم رو، و به افتخار همین آقای اوهم واحد مقاومت الکتریکی هم دقیقا هست اوهم، و فکر کنم اینجوری نشونش میدیم اوهم، و این واحد مقاومت الکتریکی هست که هرچی بیشتر بشه جریان الکتریکی ما کمتر میشه. حالا دیگه شما خیلی راحت میتونید جریان رو حساب بکنید. مثلا فرض کنید میرید مغازه یک باتری قلمی مثلا 1.5 ولتی میخرید و میایید اون رو وصل میکنید به یک مقاومتی که حالا به یک جسمی که خیلی مهم نیست دقیقا منظورمون چیه، که مقاومت الکتریکیش مثلا هست، بذارید بگیم مثلا هست 3 اوم. در این صورت جریانی که عبور خواهد کرد، یعنی من میام این باتری رو اینجوری وصل میکنم به این، جریان خیلی راحت طبق قانون اوم میشه 1.5 ولت تقسیم بر 3 اوم که این میشه نیم ولت بر اوم، که البته این ولت بر اوم دقیقا همون آمپر هست، یعنی این همون آمپر هست که اینجا دیدیم که آمپر همون کولن بر ثانیه بود. در بذارید پس من این گوشه براتون بنویسم، کولن بر ثانیه مساوی میشه با ولت بر اوم مساوی میشه با آمپر، اینا همه یک واحد رو دارن نشون میدن. من یک نکته خیلی کوچیکم بگم شاید براتون جذاب باشه، البته خیلی دقیق توضیحش نمیدم. از این حرفایی که اینجا زدم حتما به این نتیجه رسیدید که اصولا رسانه‌ها مقاومت الکتریکیشون نسبتاً کمه و نارسانه‌ها مقاومت الکتریکیشون نسبتاً زیاده. در حقیقت میشه گفت تعریف رسانه و نارسانه از همینجا اومده که رسانه‌ها خیلی راحت الکترون‌ها میتونن ازشون عبور بکنن. خب حالا یک نکته خیلی جالب شاید برای شما این باشه که پوست بدن انسان نسبتاً رسانه، یعنی رسانه‌ای نسبتاً خوبی حساب میشه و الکترون‌ها رو میتونه خیلی خوب از خودش عبور بده. بنابراین وقتی که شما، من نمیخوام مدارش رو دقیق براتون بکشم، اما وقتی که شما به برق دست میزنید بدن شما رسانه خوبیه و بنابراین مقاومت بدن شما کمه و بنابراین جریان بالایی با اون ولتاژ 220 ولت خونه ها از شما عبور میکنه. وقتی که جریان بالایی از شما عبور میکنه شما رو برق میگیره و شما آسیب میبینید. خب و دقیقاً به همین دلیله که اگر شما مثلا یک دستکش دستتون باشه وقتی به برق دست میزنید، دستکش پلاستیکی، اتفاقی که میفته اینه که این مقاومت
برای دستکش پلاستیکی زیادتر هست، چون پلاستیک هست و این باعث میشه که جریان کمتری از بدن شما عبور بکنه و در نتیجه شما آسیب کمتری ببینید. پس من پیشنهاد میکنم اولا به برق دست نزنید، ثانیاً اگر خواستید به برق دست بزنید حتما با یک دستکش پلاستیکی این کار رو بکنید یا دمپایی بپوشید، خلاصه یک کاری بکنید که این مقاومتتون زیاد بشه که جریان کمتری از شما عبور بکنه. خب خیلی هم خوب، با قانون اوهم آشنا شدیم این جلسه. در جلسه بعد با مقاومت و ویژگی‌های دیگه مدار بیشتر آشنا میشیم. فعلا خداحافظ.